سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا و 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 قبره فی قلوب من والا در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا عبد الله، لعن الله من قتلک و لعن الله من بلغه ذلك فرضی به، انا الى الله منهم بری. و عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سرزمین مقدس کربلا، کنار حرم و بارگاه مقدس سلطان کربلا. در این روزها بحثمون این بود با حدیثی از پدر سلطان کربلا امیر المؤمنین بحث را آغاز کردیم. در این ایامی که ایام نوروزه و بسیاری عید دارن، خوشحالن، شادمانن، به طبیعت میرن، از این نعمت زیبای خدای متعال یعنی بهار استفاده میکنن، روحشون، روانشون آرامش دیگه‌ای داره. عموماً انسان‌ها خیلی دوست می‌دارن که همیشه شاد باشن، همیشه از یک روان و آرامش خاصی برخوردار باشن. عرض شد که در فرمایش پدر سلطان کربلا یعنی امیرالمؤمنین، اولین خلیفت الله بعد از رسول خدا که پدر بشرن، در فرمایش پیامبر خدا که من و علی پدران این امتیم، راه های سعادت بشر رو باید از کلام نورانی اونها پی بگیریم، از اونها بیاموزیم برای یک زندگی پر آرامش، برای لحظاتی خوش، اون خوشی های واقعی. فرموده بود امیر المؤمنین سلام الله علیه، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو يوم عيد، هر روزی که در اون روز گناهی انجام ندید اون روز برای شما عیده. این کلام نورانی کلید گنج بسیار مهمی است برای اونهایی که دوست دارن همیشه زندگیشون شاد باشه، برخلاف تصور بسیاری که خیال میکنن اگر از حدود دین فراتر برن آزادن، راحتن، خوشحالن، لذت میبرن. دین مانع اونها نیست، اشتباه میکنن. اشاره داشتیم به نمونه هایی که
و فرمایش سلطان کربلا که کسی که با گناه و معصیت میخواد به یک مقصدی برسه از اون مقصد دور میشه و از اون چیزی که هراس داره گرفتار اون چیز میشه، اون هم سریعا به زودی. اینها تذکراتی است برای ما، برای اینکه زندگیمون بهاری باشه، همیشه حیاتمون همیشه بهاری باشه. عرض شد که در فرمایش سلطان کربلا آقا سید الشهدا سلام الله علیه راهکارهایی رو داده بودن برای اون جوانی که میگفت نمیتونم گناه نکنم. نسخه دیگه ای رو امروز از محضر سلطان کربلا برای از بین بردن گناهان محضرتون عرض میکنم. آقا سید الشهدا روایتی است که فرمودن ان حبنا لتساقط الذنوب کما تساقط الريح الورق. حب ما اهل بیت گناهان رو ساقط میکنه، گناهان رو از پیکره شخص میزداید، همچنانی که باد برگه های درخت رو ساقط میکنه. خب عرض شد که حالا انسان خب در زندگیش مشاکلی داره، گرفتار گناهان و معصیت میشه، آیا باید بره بمیره؟ نه. آیا باید ناامید بشه؟ نه. اتفاقا از نگاه دین بزرگترین گناه ناامیدیه. اونقدر خدا مهربانه که قابل تصور نیست. خدا به واسطه ی حجتهایش راهها رو گذاشته. این که شخص چگونه سراغ گناه نره که توصیه‌هایی رو اشاره کردیم از زبان نورانی سلطان کربلا. و نسخه دیگر برای اینکه نگذاریم گناهان به روح ما، به زندگی ما و در نتیجه آثار زیانبارش که گریبانگیر جسم ما هم میشه، اونها رو از خودمون دور کنیم. یک نسخه بسیار مهم و شفابخش نسخه سلطان کربلاست، اون هم از کنار حرم مقدسش که در محضر خدای متعال باید انسان استغفار کنه که در کنار یک چنین محل مقدس و بارگاه عظیمی انسان همین که به خودش اجازه بده در این مکان، در محضر این عزیزان خدا که میبینن میشنون، فقط ما درک نمی کنیم نگاه اونها رو، صدای ما رو میشنون. به اذن خدای متعال امام زنده و مرده نداره، فقط حالا یک عوالمی است که حالا ان شاء الله در مباحثی که مربوط به امامت سلطان کربلا اشاره خواهیم کرد که خدای متعال به این عزیزانش چه ویژگی هایی بخشیده و این حجت های الهی بر تمام اعمال و کردار خلایق آگاهن به اذن خدای متعال. خب فرمایش حضرت برای اینکه گناهان رو ما از خودمون دور کنیم، گناهانمون از جان و جسممون بریزن نباشن، امام حجت الله خلیفت الله میفرمایند حب ما اهل بیت گناهان رو از بین میبره. خب با توجه به فرمایش پدر سلطان کربلا و خود آقا سید الشهدا سلام الله علیه، نکات بسیار زیادی به دست انسان میاد. گاهی انسان ممکنه خیال کنه برای دردش یه دارویی مفیده و سر از خود بره مثلا دارو رو مصرف کنه، بعد میبینه خوب نشد، حالش بدتر شد. وقتی که سراغ طبیب میره، اون متخصص میگه چرا شما این دارو رو مصرف کردی؟ این بیماری شما رو شدیدتر کرده. گاهی گرفتاری هایی در زندگی ماست که به هر دری میزنیم نتیجه ای نمیبینیم، دارو هم مصرف میکنیم فایده نداره، این ضمیر آرامش نداره،
این روح متلاطم استراب داره، باید ببینیم آیا برنامه زندگی ما مبادا غرق در گناه باشه، در معصیت باشه، با بهرهگیری از این معلمین الهی دقتی کنیم، تأملی کنیم، محاسبه نفسی کنیم، برای اینکه هر انسانی دوست می‌داره زندگی لذت بخشی داشته باشه، زندگی که با آرامش باشه، یک حیاتی که توأم با حیات عیدگونه باشه. این در کلام معصومه، باید سعی کن از گناهان فاصله بگیره. و عرض شد گناه بسان آتشیست که وقتی که اون آتش در اون بستان زیبا افتاد، به اندازه اون شدت و حرارت آتش زیان میرسه به اون باغ و به اون بستان و به اون گلهای زیبا. تا یک ساعت قبل انسان میدید اون باغ رو، اون بستان رو، بسیار میشنویم که آتش های عظیمی که در جنگل های بزرگ رخ میده چه فاجعه ایجاد میکنه، چه مشکلاتی رو به وجود میاره. اون سرزمین سبز و زیبا و آباد، سرسبز و خرم، شده ویرانه، خاکستر، که نگاه به اون انسان متأثر میشه. گناه هم به اندازه و وسعت خودش سرزمین حیات انسان رو به ویرانه تبدیل میکنه. برخی از گناهان برای انسان هلاکت ابدی میارن. لذا باید دقت کنیم، لذا باید محاسبه نفس داشته باشیم، مراقبت داشته باشیم، هم نزدیک به گناه نشیم، چون مثل آتشه. بسیاری از بیماران وقتی که سراغ طبیب میرن میگه قلبم درد میکنه، سینه‌ام درد میکنه، سرم درد میکنه، خیال میکنه که یک مشکل مثلا مغزی پیدا کرده، یک مشکل قلبی پیدا کرده. بعد که طبیب متخصص آزمایش هایی رو میده، او انجام میده، چکش میکنه او رو، بعد میگه نه، تمام اینها از اعصابه، از روانه. بسیار میشه این برنامه افراد مواجه با این جریان بودن. یکی از آثار مخرب گناه اینه که روان و اعصاب انسان رو پریشان میکنه. نه اینکه خدای نکرده بگه ما رو هر کسی بیماری اعصاب و روان پیدا که در اثر گناه، ابدا دقت داشته باشیم. انسان ها به اسباب متعددی ممکنه بیمار بشن، یکی از اون اسباب گناهه، یکی از اون اسباب معصیته. لذا دقت داشته باشیم. بنابراین یکی از اساسی ترین و مهمترین راهکارهای یک زندگی شاد اینه که از گناه فاصله بگیریم. حالا خدایا من حواسم نبوده، مرتکب گناهانی شدم، مرتکب معاصی شدم، چه کنم؟ دوست نداشتم، حالا گرفتار شدم، آیا باید برم بمیرم؟ آیا من دیگه جهنمیم؟ ابدا. از نگاه دین بزرگترین گناه ناامیدیه. به هیچ وجه انسان نباید از خدا ناامید بشه. خدای متعال وسیله قرار داده، اسبابی قرار داده، اسباب متعدد، راه‌های متعدد برای اینکه انسان‌ها از سعادت محروم نشن، انسان‌ها ناامید نشن. و یکی از اون اسباب سلطان کربلاست. خب لذا در حدیثی که امروز محضرتون قرائت شد از سلطان کربلا، این است که انسان سعی کنه خودش رو به محبت این خاندان نزدیک کنه. محبت یک واژه خیلی قشنگ و زیباست، اما باید حواسمون باشه اون محبت عملی باشه، اون محبت واقعا خودمون به خودمون یک نمره قبولی بدیم. حب اهل بیت این اثر رو داره، یک چنین اثری رو داره که گناهان رو از بین میبره. خب طبیعتا گناهان که از بین رفت، انسان ره به سعادت میبره. اون گرفتاری ها و بسیاری از اون بندهایی که به جان انسان افتاده، گره هایی که افتاده، اینها انشاءالله باز میشه. خب بریم محضر ششمین خلیفه خدا
از ذریه سلطان کربلا که ببینیم واقعا محبت حقیقی چیست. امام صادق سلام الله علیه در فرمایشی دارن که ما عرف الله من عصا، ما عرف الله من عصا، بعد و انشد تعصل اله و انت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأتعته، ان المحب لمن احب مطيع. حضرت می فرماید اون که خدا رو فرمان نبره خدا رو نشناخته، کسی که خدا رو بشناسه مطیع خداست. بعد دارد حضرت ترجمه فرمایش اون اشعار حضرت امام و حجت خدا از ذریه سلطان کربلا این است که معصیت خدا رو میکنی اظهار محبت میکنی، به جان تو سوگن این کار تازه ایست و بی سابقه. اینی که انسان هی مخالفت و معصیت یکی رو انجام بده هی ادعای محبت هم بکنه، این محبت درستی نیست. اگر دوستیت صادقانه بود بیگمان فرمانش رو میبردی، زیرا دوستدار از محبوب خود اطاعت می کند. اون نظری که داشتیم در فرمایش امام صادق این تیکه از شعر اون حضرت، ان المحب لمن احب مطیع، محب واقعی از اون کسی که او رو دوست می داره متابعت می کنه، اطاعت می کنه. چه بسیاری ما می بینیم زبانها نسبت به برخی از قهرمان‌های ورزشی خیلی محبت دارن، دوستشون می‌دارن، حرکاتش حتی چهرهش رو شبیه به او می‌کنه، لباس‌هایی که می‌پوشه شبیه به اونه، چون دوستش می‌داره، دوست داره به او نزدیک بشه، با او زندگی بکنه. محبت باید در اعمال و رفتار خودش رو نشون بده. حالا محب امام حسین چه ویژگی‌هایی رو باید داشته باشه؟ بحث بسیار مفصلی است. یه اشاره کوتاه می‌کنیم، اما اگر موافق باشید انشاءالله به اتفاق یک میان برنامه ای رو ببینیم با هم و برگردیم و بحث رو ادامه بدیم. خب رسیدیم به این که محبت سلطان کربلا گناهان را از بین میبره، محبت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین گناهان را از بین میبره. فقط حواسمون باشه اون گناه ها نباید حق الناس باشه. نگیم حالا ما یه مش اموال مردم رو خوردیم، چک های برگشتی و غیره و زاله، خوب شد، حالا میریم عرض میشه زیارتی میریم کربلا و یه عشقی میریزیم تو مجلس امام حسین، دیگه اونها رو
خود آقا حل میکنه، نه خود این آقا که از کنار حرم مطهرش داریم صحبت میکنیم، از این سرزمین مقدسی که خدا اون رو مقدس قرار داده، خود این آقا شب عاشورا فرمودن اگر کسی دینی به گردن داره در میان سپاه من نباشه و راهی برای پرداخت اون نگذاشته، حدود خدا رو باید رعایت کرد، حق الناس رو باید داد. اما حالا اون چیزهایی که یک سری امور هم خوب تدارکش به انجام اونهاست، حالا جوان بوده، حالا خانم یا آقا فرق نمی کنه، مرتبط نبوده، متوجه نبوده، وقتی که به سن بلوغ میرسه باید واجبات الهیش رو انجام بده، متاسفانه انجام نداده و مثلا یه چند سالی واجبات الهی به گردنش مونده، نماز قضا، مثلا روزه های قضا، واجبات دیگر، خب اینها رو یادداشتی بکنه، در عرض میشه که الان کنار نمازهاش، قبلش، بعدش فرصتی پیدا میکنه، حتی سفر رفته، مسافرت رفته، فرصت داره، سر کار نیست، مدارس هم تعطیله، میتونه از این فرصت ها استفاده کنه، غذای اونها رو به جا بیاره، خدا میبخشه، خدا خیلی مهربانه. اما حدود الهی رو یه وقت با بهانه های واهی اونها رو کنار نذاریم. خب اما حالا اموری که بین خود و خدای خودش هست، ان شاء الله خدا میبخشه، به شرط اینکه دیگه قصد نکنه سراغ اونها بره و تکرار کنه. ما در جریانات بسیاری که مربوط به عظمت سلطان کربلاست و این کشتی نجات، کشتی که سریع‌تر از کشتی‌های نجات دیگر حرکت می‌کنه، سلطان کربلا دست بسیاری رو گرفتن، جریانات زیادی است که کمترین محبت به سلطان کربلا غوغا می‌کنه، زندگی رو متحول می‌کنه. نمونه ای رو می‌خوام امروز خدمتتون عرض کنم. یکی از خطبا نقل میکنه، میگه با یه جوانی من آشنا شدم، اسمش رضا بود. بعد که با او آشنا شدم دیدم سرگذشت مهمی رو داره، برای من نقل کرد یک روز سرگذشتش رو. گفت آقا من یه جوان شر بودم، خب اذیت و ایذاء مردم و اهل گناه و معصیت و گناه های جور و جور، فقط نماز و روزه رو انجام میدادم، جز نماز و روزه دیگه هر گناهی رو من انجام میدادم، پناه میبریم به خدا. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، کسی اگر نماز نخونه پناه بر خدا، دیگه این به اون مسیر، در مسیر هلاکت ابدی داره حرکت میکنه، مگر اینکه زود برگرده. اگر در این حال خدا جانشو بگیره کار خیلی سخته. آقا رضا میگه نه من نماز و روزه رو انجام میدادم، خلاصه گناه های دیگه رو داشتم. میگه شب عاشورایی بود، پدر و مادر من رفته بودن حسینیه، منم که اهل بیبندوباری و گناه و معصیت، میگه ماشین رو برداشتم و رفتم دنبال خلافکاری. در مسیر راه میگه دیدم یه دختری تنها ایستاده و خلاصه خوشحال شدم و اینها، میخواست بره حسینیه. بعد گفت فلان حسینیه فلان جا من سوارش کردم. خب شب بود و یه دختر تنها و من هم که دنبال قصد شومی بودم، خلاصه به زور دختر رو ربودم. دختر که متوجه شد گفت جوان شب عاشوراست، حیا کن، من از ذریه فاطمه زهرا هستم. میگه من قبول نکردم و بردم او رو به محل خلوتی و اینها، گفت مرا به پاس حرمت مادرم زهرا رها کن. میگفت باز من قبول نکردم، حالا یه فرصتی شده و من هم در پی عیاشی هستم، خدا نکنه که انسان غافل از خدا بشه و تو کجی ها حرکت بکنه، که اگر در اون حالت جانش گرفته بشه دیگه خدا عاقبت او رو به خیر کنه که آیا نجاتی بر او هست یا نه، خیلی کار سخت میشه. خلاصه آقا رضا میگه که یک دفعه دختر گفت که جوان بیا امشب یک معامله با امام حسین کن، با سید الشهدا، آقا یه دست عطوفتی به سر تو بکشه. آقا رضا میگه تا اسم امام حسین رو که شنیدم دیگه تو اعماق دلم تأثیر گذاشت، جانها به قربان نامت یا ابا عبدالله، خیلی کار میاد از آقا سید الشهدا، فقط باید این قلب
و این سیم متصل بشه، این خیلی مهمه. بسیاری حتی مسلمان نبودن، حتی شیعه نبودن، حالا یا سنی بودن، حتی مسیحی، یهودی، اینها از درگاه سلطان کربلا بهره ها گرفتن. این به واسطه اون قلب سلیمه. اگر اون قلب متوجه شد و اون ارتباط عمیق قلبی برگزار شد، برقرار شد، غوغا میکنه. آقا رضا میگه تا من نام امام حسین رو شنیدم دیگه متأثر شدم. خلاصه میگه پشیمون شدم، دختر گفتم سوار شو باشی، من محب حسینم، دیگه من نمیتونم از امام حسین بگذرم و اعتنا نکنم، من آقا رو دوست دارم. خب میگه آوردم او رو، عرض میشه که دم در حسینیه پیادش کردم، اومدم تو خونه، نشستم پای تلویزیون. خب شب عاشورا بود و دیدم داره قصه کربلا رو میگه و تعزیه ای رو گذاشته دارن بچه های امام حسین رو میزنن. خیلی گریه کردم، متأثر شدم. بعد میگه دیگه دیر وقت بود که دیگه مادرم اومد تو خونه، چی که وارد شد گفت رضا چی کار کردی؟ گفتم هیچی. گفت رضا تمام خونه رو بوی امام حسین گرفته، عطر امام حسین تمام فضا رو پر کرده. گفتم نه مادر، من کاری نکردم. خلاصه اومدم اینجا نشستم پای تلویزیون روزه رو گوش کردم و اش ریختم. میگه فردا رفتم، فردا دیگه بی اختیار، ببینید یک محبت کوچک، یک قدم از این طرف به سمت ارباب عالم سلطان کربلا، از اون طرف غوغایی برپا میشه. میگه فردا رفتم بی اختیار به حسینیه و همه بچه های محل منو میشناختن و تا من رفتم گفتم به آقا رضا شرم که اومد، اینکه اهل حسینیه و این حرفا نبود، اینکه دنبال شب عاشورا مثلا دنبال گناه و معصیت کاریش بوده. تا رئیس هیئت میگه منو دید گفت آقا رضا خوش آمدی، تو هم حسینی شدی، بارک الله به این رئیس هیئت، آفرین. خدا نکرده نشه کسی مسئول هیئتی باشه و خلاصه نسبت به مهمانای سید الشهدا هر کی که باشن حق کمترین سوء ادبی ندارن. خیمه مال حضرت، مجلس مال حضرت، و ما در این امر مطالب بسیاری داریم که انشالله حالا در طی برنامه بهش اشاره کنیم. خلاصه میگه که خب تو هم حسینی شدی آقا رضا خوش اومدی. میگه رفتم تو حسینیه سلطان کربلا و رئیس عد گفت گذرنامه تو بیار، تو رو برم کربلا. گفتم من که پول ندارم. گفت نه پولشو من جور میکنم، پولشو من میدم. خلاصه میگفت آقا ما کربلایی شدیم و رفتیم حرم آقا ابا عبدالله، اما روم نمیشد برم تو حرم. دیگه هر جوری بود رفتم و بعدش هم بلا فاصله قسمت شد و ما اون رئیس عد ما رو مکه هم برد. و از مکه که برگشتم میگفت مادرم گفت که رضا برات دختری در نظر گرفتم، دیگه تو خلاصه باید ازدواج کنی. گفتم مادر مانعی نداره. خلاصه میگه که رفتن خواستگاری و فردای اون روز که رفتیم برای خواستگاری، دختر که اومد چایی رو آورد، یک دفعه تا نگاهش به من افتاد دختر غش کرد، بیهوش شد و افتاد. بعد که به هوش آمد گفتیم چی شده، چرا غش کردی؟ گفت من در عالم رؤیا فاطمه زهرا رو دیدم، بیبی عکسی به من نشون دادن و گفتن من خواستگاری برا تو میفرستم مبادا رد کنی، و عکسی که حضرت زهرا تو عالم رؤیا به من نشون داد عکس این جوانه. یک محبت به امام حسین سلام الله علیه و چشم‌پوشی از یک گناه، نتیجهش اینه که مادر سلطان کربلا عنایت میکنه و آقا رضا یک زندگی در کنار یک بانوی مؤمنه و عفیفه و از راه حلال هم به لذائذ حلال رسید. ارتباط با دستگاه سلطان کربلا، محبت سلطان کربلا گناهان رو در هم میشکند. امیدواریم خدا به حق آقا سید الشهدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه و بیش از پیش این محبت رو در قلبهای ما افزون کند. آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، کردن رو به خیمه سلطان کربلا. خدا یار و نگهدار شما باد. Ooh.
دیر.